بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درس پنجم که مصادر تشریع اسلامی است، اگرچه که در صفحه کتاب ما درس چهارم است، چون چهار درس قبلا ذکر شد ویره برام درس پنجم میخوانیم. از جمله مصادر تشریع که قبلا قرآن و سنت را گرفتیم، در درس امروز ما اجماع، قیاس، استحسان و عرف را میگیریم. این درس شامل چهار عنصر است. عنصر اول ما اجماع است، عنصر دوم قیاس است، عنصر سوم توضیحات میدیم. عنصر اول اجماع. فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم بر حکم احکام شرعی و شرطک متکی بر کتاب سنت باشد. به تعریف، همیشه در تعریف گفته می شود که باید جامع و مانع باشد. موضوعاتی که مرتبط به اجماع و در تعریف باشد، موضوعاتی که خارج از موضوع اجماع با خارج یا بیرون از اجماع باشد. ببینید در اینجا اتفاق علمای مجتهدین امت اسلامی. اول اتفاق است که اتفاق بمانند اجماع ذکر می شود. دوم اتفاق عوام نیست، اتفاق علما است، اما اتفاق عوام اعتبار ندارد. سیم علمایی که شرط مجتهد باشد، مجتهد است که دسترسی کامل به قرآن، دسترسی کامل به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، دسترسی کامل به آثار صحابه داشته باشد. و دیگه که از امت اسلامی باید علما، تو نشد که علما یهود نصارا اجماع بکنه، اونا اعتبار ندارن. و دیگه بعد از وفات پیامبر اجماع باشد، چون در زندگی پیامبر اجماع نیست. در زندگی پیامبر هر چیز ارتباط با وحی الهی دارد. حالا برای پیامبر وحی می فرستاد یا توسط قرآن یا توسط سنت حکم کرد. قد دیگه در این اتفاق شرک به حکم احکام شرعی باشد، اما مسئله که ارتباط دنیا باشد به ارتباط شرع نداشته باشد، او اجماع گفته نمی تواند. یک قید اخیر اعتبار است به شرط متکی بر کتاب و سنت باشد. به این معنا علمایی که مجتهدین هستند، او همه یک قول میکنند که این حکم جایز است، ولی دلیل دارند. دلیلشان یا قرآن است یا سنت. هر اجماعی که دلیل از قرآن و سنت داره، او اجماع اعتبار نست، اصلا او اجماع صورت نگرفته است. از این تعریف شروط اجماع گرفته می شود. این تعریفی که گفتیم اتفاق است، علما است، مجتهدین از امت اسلامی بعد از وفات پیامبر بر حکم احکام شرع به شرط متکی باشد به کتاب سنت باشد، از این تعریف شروط اجماع یا احکام اجماع یا قیود اجماع ذکر می شود، از شرط گرفته شده. که نام شروط ما داره. این چند شرط ذکر است که مجموع تقریبا هفت شرط است. شرط اولش، شرط اول اجماع است که باید اتفاق تمام علما باشد. اتفاق به معنای اجماع است. اتفاق به معنای اجماع است که تمام علما بدون اختلاف عقل داشته باشد. به این اتفاق که هر نامش که عالم است، مجتهد است، یعنی هیچ اختلاف داشته بدون اختلاف عقل داشته باشد. اما اگر اختلاف باشد، اتفاق گفته نمی شود و اجماع شمرده نمی شود. بخاطر که در قرآن کریم میگه که ویتبع غیر سبیل المؤمنین ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. کسی که مخالفت پیامبر را میکند بعد از که آیت قرآن و حدیث پیامبر برش آمد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، پیروی میکند غیر سبیل المؤمنین را،
غیر سبیل المؤمنین کیست؟ صحابت، که اجماع صحابه اعتبار دارد. اجماع صحابه بر کتاب سنت می باشد. به این خاطر در لفظ مؤمنین داخل نمی شود. اختلاف کامد خلاص. لفظ مؤمنین این که همه مؤمنان اتفاق دارند. اگر اختلاف آمد به این معنی که اتفاق نامد، به لفظ مؤمنین داخل نمی شود. و لفظ الامه در حدیث ان امتی لا تجتمع علی ضلالت، تماما امت در ضلالت داخل نمی شود. اینا اجماع به ضلالت امت نمی کند. هرگاه که اختلاف آمد، پس در لفظ اختلاف در لفظ امت در لفظ مؤمنین داخل نمیشه، اختلاف آمد. به این خاطر شرط اول در اجماعیت که اتفاق امت باشد، اتفاق. اگر اختلاف آمد اتفاق نیست. به این خاطر میگه که لفظ مؤمنین و لفظ امتی هما عامان فی الجمیع، هر دو در عام است که همه را شامل می باشد. شرط اول ذکر کردیم که اتفاق باشد. شرط دومی که اتفاق علما اعتبار دارد. اتفاق علما اعتبار داشته اما اتفاق عوام اعتبار ندارد. علما کدام علما را میگن؟ العلم ما قال الله وقال الرسول، علم موس که الله و پیامبرش رو گفته. اجمام متکی بر کتاب سنت است، یعنی از قرآن سنت است. قیاس هم از قرآن سنت گرفته شده است. بنان قیاس و اجماع هر دوش از کتاب سنت است. خب شرط ایجا شرط هم که علما اجماعشان اعتبار دارن نه عوام الناس. مثلا امام ابن قدامه در کتاب روضة الناظر میگد که ومن لم يعرف من العلم ما لا اثر له في معرفة الحكم، کسی که از علم شرعی نداند، علمی که در معرفت حکم اثر دارد، از او علم چیزی نداند، اهل کلام باشد، ادبیات خوانده باشد، اهل لغت باشد، نحو صرف خوانده باشد، آدم حسابدان باشد، کیمیادان باشد، دیگر مسائل دانشمندای زیادی باشد، اما فهو کلامی، او مثل عامیست، لا یعتد بخلاف، اختلاف از وید اعتبار ندارد، نه اتفاقشان اعتبار دارد نه اختلافشان، چون اهل علم نیست. بخاطری که لکل فن رجال، هر فن اهل خود دارد. فإن كل احد عامی، هر یک از این افراد عامی شمرده می شود. بالنسبت الى ما لم يحصل علمه، به نسبت که علمش حاصل نشود. و این حصل علما ثواه، اگرچه علم بغیر از علم قرآن و سنت حاصل کرده دانشمند باشد. به این خاطر اتفاق علما اعتبار دارد نه اتفاق عوام. ای که یک آدم به کیمیا خوب میفهمد، فیلسوف است، فلسفه میفهمد، علم کلام میفهمد، در لغت خوب ماهر است، در نحو بسیار ماهر است، در دقیق حساب بسیار، ولی او عالم نیست، او در قطار عوام داخل می شود. عالم کیست؟ عالم کسی که با قرآن، با سنت، با آثار صحابه پورا دسترسی داشت، او را عالم میگن. ابن قیم الجوزی همچون در طوایق مختصر طوایق میگد فإن الاعتبار في الاجماع على كل امر من الامور الدنيه، آن که در اجماع اعتبار دارد به هر امر از امور دینی، به اهل العلم به دون اجماع اهل علم اعتبار داره که به او علم داشته، نه کسانی که غیر از اهل علم باشد، نه اعتبار نداره دیگه. شرط دومی که
اتفاق علما باشد، نه اتفاق عوام. مردم عوام هم اتفاقی از قرآن حدیث بی خبرد، از اثر صحابه بی خبرد، میان فتوا میتن، چند تا ملا یک جا میشد و رو میکنه، او اعتبار ندار، او عوام ناس هست. شرط سیوم، اتفاق علمای مجتهدین اعتبار دارد. علما باشد، لکن با شرط که علمای مجتهد باشد. مجتهدی کی را؟ او که دسترسی کامل به آیات قرآن و حادیث پیامبر گرامی و آثار صحابه دارن، اون مجتهدین هست. اما کسانی که از علم عاری هستن، از علم قرآن، از علم سنت، از آثار صحابه عاری باشد، اتفاق از او اعتبار ندارد. شرط چهارم، اتفاق علمای اسلامی اعتبار دارد که مسلمان باشد. اما دانشمندایی که از غیر از امت اسلامی باشه اونا اتفاق کند، هیچ وقت در حکم شرعی اتفاقشون اعتبار ندارد. بخاطر از که لفظ کافر، کلمه کافر یا غیر از مسلمان، دانشمند غیر مسلمان در لفظ مؤمنین داخل نمی باشد، در لفظ امت داخل نمی باشد، در لفظ امت داخل نمی باشد. اونا به این خاطر شرط ایسته که در اتفاق علما دانشمندان اسلامی اعتبارت، نه دانشمندان غیر اسلامی. شرط پنجم، اتفاق بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم اعتبار دارد، به خاطر که در عهد پیامبر، در زمان پیامبر قضاوت را وحی می نمود، وحی الهی، قرآن نازل می شود، پیامبر می آورد حدیث را برای پیامبر، جبرئیل امین حدیث را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورد. این قضایای زیاد است. حدیث صحیح میاد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حج کسی از او چیزی سوال کرد، جواب نداد، تا اینکه جبرئیل آمد بر وحی آورد، وحی برش آمد، گفت کجاست فلانی، گفت بیا فلان، آمد و باز برش گفت که ایتو بکو مراسم حج، که وحی نازل میشد. خب در زمان پیامبر هم وحی اعتبار داشت، قضاوت فیصله وحی میکرد، هر حکمی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم می نمود همان مطابق وحی می کرد، چون وحی الهی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم چهار گونه بود: یک، نص قرآن کریم بود که پیامبر مطابق قرآن می فهمون. دوم، تفسیر و بیان قرآن بود که الله بیان قرآن رو وحی نازل می کرد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، و پیامبر تفسیر قرآن را توسط وحی میکرد، مشکل قرآن را توسط وحی بیان میکرد، مجمل قرآن را توسط وحی بیان میکرد. در قرآن آمد که نماز بخوانید، پیامبر گفت مرواری نماز بخوانید. در قرآن آمد حج کنید، پیامبر گفت طریقه حج از من یاد بگیرید. این تفسیر مجمل قرآن همه توسط وحی است که سنت است که بیان کرده است مجمل قرآن را. سیم، سنت دیگر است که مستقل است که الله برای پیامبر تن توسط وحی نازل میکرد، سنت بود، برای امتش تبلیغ مینمود، و همی سنت مستقل همه رسالات الهی است که از طرف الله برای پیامبر نازل میشد و او برای امت خود میرسان. چهارم نوی بود که پیامبر تن گاه گاهی مشوره میگرفت، به یکی از مشوره ها میلان میکرد، یا گاه گاهی در بعضی مسائل چیزی را می فهمید که اجتهاد می کرد، ولی در این صورت الله او را توجیه می داد. اگر اشتباهی رخ می داد، الله او را توجیه می داد که اینی راه ثواب است، و اگر ثواب می بود در حال خودش می گذاشت. همین اجتهاد پیامبر هم زیر توجیه الهی بود که وحی با اون بود. اجتهاد پیامبر صلی الله علیه و سلم
اگر با وحی الهی توجیه شده باشد، اونم وحی است. بنان هر یک، هر چهار سنت وحی الهی بودند. بنان فیصله، حکم، قضاوت در آن وقت توسط وحی بود. در زمان پیامبر اجماع اجماعی وجود نداشت، بلکه اجماع بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت می گرفت. ششم شرط اتفاق باید در احکام وابسته باشد، که همان احکام وابسته به مسائل شرعی دارد. اتفاق باید در مسائل شرعی باشد، اما مسائلی که مسائل شرعی نیست، مسائلی که مسئله ترافیکی یا بعضی مسائل دیگری، این اتفاق شمرده نمیشد. نه، کارهای دنیوی که ارتباط به انجینری میگرد اتفاق میکنند، به دکتری میگرد اتفاق، دکترها می، این اتفاق اجماع گفته نمیشود، مگر آن مسائلی که وابسته به شریعت دارد. حکم جواز ناجواز، این وابسته به شریعت دارد، اما که تنفیذ کار بکنیم نکنیم اتفاق میکنند، این به حکم شرعی نیست. شرط ششمی که اتفاق باید در مسائل شرعی باشد، اجماع باید در مسائل شرعی باشد. اگر در مسائل شرعی بود اجماع گفته میشد، اگر نبود اجماع گفته نمیشود. شرط هفتم، اجماع علما ایتونید که خودسرانه باشد، ایتونید از هوا و هوس باشد، ایتونید که علما یک جا شوند و یک گپی را از خود چیدی جور، نه. اتفاق و اجماع علما به شرطی که مستند به دلیل از قرآن سنت باشد، به شرطی که متکی بر دلیل از قرآن سنت باشد، به شرطی که دلیل اجماع قرآن سنت باشد. به این معنا اونجا دلیل است، همه علما مطابق همین دلیل قول کردن. اونجا دلیل از قرآن است، دلیل از سنت است، همه علما مطابق اونمو دلیل قول کردن. مثلا تماما علمای امت اسلامی میگن که خمر حرام است، شراب حرام است، خود دلیلش از قرآن گرفتن. بنان چون در قرآن حرمت خمر ثابت است، علما تمامنش ادمو دلیل گفتن که خمر حرام است. خب تمامن علما میگن نماز فرض است، روزه فرض است، دلیلش از کجا گرفتن؟ از قرآن گرفتن. بنان هر اجماع اگر دلیل نداشت اجماع نیست، هر اجماع ضروری دلیل دارد، حتما دلیل دارد. اتفاق متکی بر دلیل از قرآن و سنت باشه، اما اتفاق که متکی بر کتاب و سنت نباشه ارزش نداشته و اعتبار ندارد. ابن حزم اجماع علما را نقل میکنه، میگه لا نقول لا اجماع الا عن نص، میگم که هیچ وقت اجماع صورت نمیگیرد مگر اینکه دلیل وجود دارد. هیچ اجماع بدون نص صورت نمیگیرد. هرگاه که اجماع نقل میشود، یک نص از قرآن و سنت در او است. ابن حزم یک کتاب دارد، کتاب اجماع، اجماع علما را در بسیار قضایا مسائل نقل میکند. وقتی که میگه در اینجا اجماع است، به این معنا که این علما همه ایشان قول کردن و دلیلشان یا قرآن است یا سنت است. و ذالک النص، و امین نص که علما بر آن اجماع نمودن، اما کلام منه صلی الله علیه و سلم، یا کلام پیامبر صلی الله علیه و سلم است که اونا امو کلام پیامبر اجماع دارن نقل، فهو منقول، امو کلام منقول است.
ولا بد محفوظ حاضر وناگزیرت قوت من او قول پیامبر محفوظ حاضر موجود علما بنابر آن قول کردن یا قولش کلامش است و اما فعل منه یا فعل پیامبر که صحابه دیدن بنابر فعلش اجماع دارن فهو منقول ایضا همچون فعل پیامبر نقل شده اقوال پیامبر نقل شده و افعال پیامبر همچون نقل شده و اما اقراره یا اقرار پیامبر که حدیث تقریری میگن اذ علمه فاقره پیامبر او را فهمید به حال خودش گذاشت که جایز است ولم ينکر او را منم نکرد فهی ایضا حال منقولت محفوظه همی اقرار پیامبر یک حالتی که نقل شده حفظت بیمن هر سینه و حدیث حدیث قولی حدیث فعلی حدیث تقریری همش منقولت اجماع امت تر از این چیزا صورت گرفته شیخ الاسلام ابن تیمیه که از جمله علمای بسیار مشهور و از جمله حفاظ حدیث و حفاظ فقه که اقوال علما و فقها را بیاد داشت او میگد استقرأنا موارد الاجماع میگه تمام این موارد اجماع را جمع کردیم و هر یکی را دراست کردیم هر یک اجماع را دراست فوجدناها کلها منصوصه گفت دیدیم که هر جایی که اجماع است نص در اونجا است یا نص قرآن یا نص حدیث بنان اجماع بر دلیل استوار شده است اجماع بر دلیل صورت گرفته است خود سرانه نامده این عالم بزرگ میگه تمام اجماع را دراست کردیم تمام اجماع دیدم که هر اجماع از نص خالی نیست از دلیل خالی نیست لیکن علما میگه تفاوت دارد و کثیر من العلماء لم یعلم النص و قد وافق الاجماع زیاد علما که نص هنوز نرسید از برش اما با اجماع موافقت چون هیبت اجماع نمیتونه مخالفت کنه نص است نص را بیات ندارد با اجماع استارد کما انه قد یحتج به قیاس و فیها اجماع زیاد اهل علم از قیاس اجماع میگرند در حال که وجه اجماع لم یعلمو از اجماع بی خبر بود فیوافق الاجماع همچون با اجماع موافق است یا با اجماع موافق است از علم از نصوص خبر ندارد یا از اجماع بی خبر است به قیاس استدلال میکند به هر حال هر جای که اجماع است وجه نص حتما موجود است نص یا از قرآن است یا از سنت است این هفت شرط از شروط اجماع بود که آدم باید خوب بداند که شروط چیه اول اتفاق اعتبار دارد که اتفاق به معنای اجماع است یعنی تمام علما بدون اختلاف یک قول کنند اتفاق دوم اتفاق علما اعتبار دارد اتفاق عوام نیست کسی که علم به قرآن و سنت دارد اتفاق از او اعتبار ندارد اتفاق سیم اتفاق علمای مجتهدین اعتبار دارد علمایی که ملای آخوند است اتفاق از او اعتبار ندارد چهارم اتفاق علمای اسلامی اعتبار دانشمندای غیر اسلامی اعتبار ندارد پنجم اتفاق بعد از وفات پیامبر هم باشد چرا که بعد از پیش از وفات پیامبر هم اتفاق اعتبار ندارد و ششم شرطی که اتفاق در حکم شرعی باشد در مسائل شرعی اجماع باشد در غیر مسائل شرعی اتفاق گفته نمی شد و اجماع نمی باشد هفتمی که اتفاق متکی بر دلیل از قرآن سنت باشد حجت اجماع ای که میگم که اجماع دلیل یا حجت شرعی حجت شرعی ای که قرآن است سنت است مصدر تشریع از جایی که شریعت گرفته می یا قرآن است یا حدیث اجماع هم اجماع حجت است
دلیل برای حجت بودن اجماع چیست؟ دلایل زیاد است، از قرآن، از سنت، از اجماع، از عقل ای دلایل ذکر می شود. به طور مثال یک آیت میگیریم، قال تعالی و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا، سوره نساء. و من یشاقق الرسول، کسی که مخالفت پیامبر صلی الله علیه و سلم را میکند، من بعد ما تبین له الهدى، پس بعد از این که واضح برش بیان شد، الهدى قرآن سنت، قرآن سنت واضح برش بیان، مخالفت پیامبر را میکند، و همچنان و یتبع غیر سبیل المؤمنین، پیروی میکند غیر سبیل مؤمنین، غیر راه مؤمنان را، راه مؤمنان صحابت تمسک به قرآن سنت بود. پس اجماع صحابه، اجماع تمام مؤمنینی که در وقت نزول قرآن بودن صحابه بودن، اجماع همهشان تمسک به کتاب سنت بود. پس کسی که مخالفت پیامبر را میکند، قرآن سنت مخالفت، و کسی که مخالفت اجماع مؤمنین را میکند، الله جل عظمت و برزو سه نوع عذاب مقرر کرده، سه نوع عذاب. نولیه ما تولا، الله میگه او را ترک میکنم، کدام طرفی که رفت همون طرف برود. وقتی که تو قرآن را ترک کردی، حکم الله را، الله تو را ترک میکند، میری حکم شیطان را میگیری. بعد و نسله جهنم، ای را داخل میکنم و بریان میکنم در دوزخ، میرود به دوزخ. چون حکم الله و حکم پیامبر را ترک کردی، اجماع مؤمنی را ترک کردی، الله تو را ترک میکنه، شیطان تو را میگیرد، اغوا میکند. بعد جزای دیگری که در الله اول خود در دنیا تو را ترک کرد، تو بیمدد هستی، نصیر تو الله نیست، تو را الله ترک کرد. دوم، عذاب جهنم تو را میسوزاند. سیم، و ساعت مصیرا، جای رجوع تو که تو میروید بسیار جای بد است، اون دوزخ بسیار جای بد است. پس از امین آیت استدلال بر این میشه که اجماع حجت است، اجماع دلیل است. مخالفت پیامبر که قرآن سنت است، مخالفت اجماع مؤمنین که بر قرآن سنت شده است، مخالفت اجماع مؤمنین، این سبب میشه که الله تو را ترک کند، سبب میشه که الله تو را در جهنم بسوزاند، سبب میشه که جای بدی داشته باشی. بنان اجماع حجت بوده، اعتبار دارد و امر شرعی است. دلایل دیگری هم از قرآن ذکر کردیم، خب به یک دلیل همیجا اکتفا میکنیم. اما حدیث که دلیل از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، احادیث زیاد است که مجموع این احادیث دلالت بر این میکنند که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به ویژه خصوصا صحابه کرام، همه هیچ وقت به گمراهی اجماع نمیکنند، هیچ وقت به خطا اجماع نمیکنند. بنان اجماع حجت است. در حدیث میگه که عن انس مالک یقول سمعت رسول یقول ان امتی لا تجتمع على ضلاله، امت ما بر ضلالت و گمراهی اجتماع نمیکنند، یعنی اجماع صورت نمیگیرد. اگرچه حدیث به این لفظ ضعیف است، اما تعدد طرق دلالت به این میکنه که حدیث ثابت است. حدیث بعدی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگد که عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجابیه فقال یا ایها الناس انی قمت فیکم کما قام رسول صلی الله علیه و سلم فینا. ابن عمر میگه که عمر بن الخطاب در یک منطقه به نام جابیه یاد میشد استاد شد،
سر منبر و برای ما گفت که ای مردم، من امروز در جای استاد هستم که پیامبر صلی الله علیه و آله در همین موقف استاد بود و در میان ما استاد بود. فقال پیامبر هم فرمود وصیکم به اصحابی، ای شما را وصیت میکنه که به اصحاب من، صحابه من، با اونها احترام داشته و به دیده احترام بنگرید. ثم الذين يلونهم، باز به کسانی که تابعین هستن، اصحاب من هستن، به اونها احترام بگذارید. ثم الذين يلونهم، بعد به کسانی که تابعین هست به اونها احترام بگذارید. ثم يفشو الكذب، بعد از این 3 قرن دروغ در بین مردم پخش می شود. حتی یحلف الرجل ولا یستحلف، تا ای که مردم خودش قسم می خورد. کسی ادو نمیخواد قسم بخو، خودش میره قسم میخورد. و یشهد و شاهد ولا یستشهد، ای اگه آدم پیش کسی بیا شهادت بده، میره خودش شهادت میده. پیامبر الا لا یخلون رجل به امرات، آگاه باشید که هیچ مرد با زن تنها در یک خانه خلوت نمی کند. الا کان ثالث هم شیطان، مگر که 3 نفر شیطان می باشد. پیامبر میگه علیکم بالجماعه، شما با می جماعت صحابه متفق باشید، چنگ بزنید جماعت صحابه را. اختلاف از جماعت و ایاکم الفرقه، اختلاف از صحابه نکنید، فرقه گرایی از این نکنید. صحابه همه اجماع به کتاب سنت داشتن، با مو جماعت ما یک جا باشید فرقه گرایی. فان الشیطان مع الواحد هو من الاثنین ابعد، شیطان همراه یکی می باشد، همراه مخالف شیطان است، همراه دو دور می شود. پیامبر من اراد بحبوحة الجنه، کسی که می خواهد وسط جنه، اعلای جنت را دریافت نماید، فلیلزم الجماعت، با جماعت صحابه را سخت محکم بگیرد، با جماعت صحابه باشد، اونا اتفاقشان بر کتاب سنت است. من ساعته حسنته، من سرته حسنته، کسی که نیکیش او را خوش بسازد، و ساعته سیئته، و گناهش او را خفه بسازد، فذالکم المؤمنین، این مؤمن شمرده می شود. آدم مؤمنی که در عمل خوب خوشحال می شود، در عمل خراب خفه می شود. بنان امی که میگه فلیلزم الجماعه، بعد که جماعت صحابه را بگیرد. این حدیث همچون دلالت میکند که اجماع حجت بودد و اجماع جماعت مسلمانان است. او حدیث دیگری هم است که به این ارتباط آمد است. در این حدیث همه دلالت بر این میکند که امو اجماع حجت بودد و اجماع حجت است و باید تمسک به اجماع شود. 10 حدیث را در اینجا در این مورد ذکر کردیم که به یک حدیث اکتفا نمودیم. دلیل از اجماع، تمام علما اجماع دارن بر این که اجماع حجت بوده و دلیل شرعی شمرده می شود. دلیل از قرآن داشتیم، دلیل از سنت داشتیم، دلیل از اجماع، که اجماع هم در میان امت تقرر یافتد که اجماع حجت است، دلیلش شرعی می باشد. و دلیل از عقل، عقل چیست؟ هر آنچه را که توسط حواس درک میکنی عقل است. خب سعی که وقتی که ما میگن که اجماع متکی بر کتاب سنت باشد، بنابراین هیچ شکی نمیماند که اجماع حجت بوده و دلیل شرعی، زیرا که اجماع قایم بر دلیله و مستند اجماع که قرآن و سنت می اصل و محور اجماع شمرده می شود. ببین وقتی که میگم اجماع بدون دلیل نیست، پس دلیل خودش حجت است، بنان اجماع حجت است. عجب شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که و کذالک اذا قلنا الكتاب والسنه والاجماع فمدلول الثلاثه واحد، هر وقت بگیم که این به قرآن ثابت است،
وحی الهی است. هرگاه بگوین که به سنت پیامبر است، وحی الهی است. هرگاه بگوین که به اجماع سنت است، اجماع بر کتاب سنت است، پس معنای همش یکی است. اگر قرآن بگوید از طرف الله آمده است، اگر سنت بگوید از طرف الله آمده است، اگر اجماع بگوید بنابر کتاب سنت اجماع است، یکی است. فان کل ما فی الکتاب فالرسول موافق له، هر آنچه که در قرآن است پیامبر هم موافق شد. و الامه مجمعت علیه، امت اسلامی سر هم اجماع دارد. من حیث الجمله، از حیث عموم. فلیس فی المؤمنین الا من یوجب اتباع الکتاب، در مسلمان تو کسی نیست مگر ای که بگه که کتاب قرآن واجب است که با او ایمان داشت با او عمل کنی، یعنی تو کسی نیست که مخالفی گپ رو کند. و کذلک کل ما سنه رسول، و همچنان هر آنچه که پیامبر سنت بیان کرده است، فالقرآن یأمر باتباعی فی، قرآن کریم امر میکنه که پیامبر اتباع کنید، پیروی پیامبر را کنید. هر سنت پیامبر بنابر قرآن امر است که اتباعش را بکنید. و المؤمنون مجمعون علی ذلک، تماما مؤمنان اجماع دارند بر اینمی گپ که سنت پیامبر وحی الهی از طرف الله در قرآن امر شده که مطابقت سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شد. و كذلك کل ما اجمع علیه المسلمون، و همچنان هر آنچه را که مسلمان ها بر آن اجماع دارند، فانه لا یکون الا حقا، اما اجماع نمی باشد مگر حق می باشد، موافقا لما فی الکتاب و سنه، اما اجماع موافق آنچه که در کتاب سنت است، اما اجماع. بنان حتی دلیل عقلی هم دلالت بر این کرد که اجماع حجت است. اجماع چی؟ حجت است. چرا؟ چرا حجت است؟ به خاطر که اجماع دلیلش از کتاب سنت است و کتاب سنت خودش اجماع است، خودش حجت است. وقتی که میگیم قرآن، وقتی که میگیم سنت، وقتی که میگیم اجماع، معنای همش یکی است. انواع اجماع، اجماع دو نوع است. یک اجماع صریح است، نوع اول اجماع صریح است، آن است که تمام اهل علم به آن قول کرده و با صراحت حکم آن را بیان کرده باشه، این اجماع صریح میگن. هر عالم که میبین در این موضوع، مثلا وقتی که میگن خمر حرام است، هر عالم که میبینی میگه خمر حرام است، خمر حرام است، این به اتفاق است. و این نوع اجماع به اتفاق اجماع شماره و تصور آن در زمان صحابه امکان پذیر می باشد. اجد ابن تیمیه رحمه الله میگد، مثل که ابن عثیمین از نقل می کند، والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، اجماعی که امکان دارد که او اجماع پنداشته شود، اجماع محسوب شد، اونمو که صحابه سرش اجماع کردن، چون در او وقت تعدادشان هم کم بود، اقوالشان هم محشور بود، اجماعشان اعتبار. از بعدهم کثر الاختلاف و انتشرت الامه، بعد از اختلافات زیاد پیدا شد. اجماع صریح، اجماع به اتفاق امت است. نوع دوم اجماع، اجماع سکوتی است، آن است که بعضی اهل علم قول کرده و دیگران خاموش را اختیار کردند. یک موضوع آمد است، یک تعداد اهل علم قول کردند و از دیگران هیچ نظری گرفته نشده است و هیچ قول از دیگران نیامده است، آیا موافق آنها هستند یا مخالف؟ از جهت اهل علم اختلاف دارند. این نوع اجماع را اجماع سکوتی می نامند. بعضی میگن که این نوع اجماع سکوتی حجت است و بعضی میگن که اجماع سکوتی حجت نیست. بنان اجماع دو نوع است، اجماع صریح، اجماع سکوتی. اجماع صریح به اتفاق حجت است، اجماع سکوتی بعضی میگن حجت است و بعضی دیگری آن را حجت نمی دانند. قیاس که عنصر دوم درس امروز ماست،
معنی تعریف قیاد را میگیریم. قیاد در لغت به معنای اندازه و تقدیر است. این مقیاس ای است، یعنی اندازه ایش است. این قیاس از او است، اندازه از او است. در اصطلاح، تعریف اصطلاحی قیاد، تسویت فرع به اصل فی حکم لعلت جامعت بینهما. به این معنی فرع را به اصل در حکم یکسان برابر ساختن، به خاطر که یک علت است که اصل و فرع را یک جا می سازد. اجهت در اینجا گفته آن است که فرع با اصل در علت مشترک بوده و حکم اصل را بنابر اشتراک در علت برای فرع می دهیم. حکمی که در اصل است امو حکم را در فرع می دهیم. این تعریف زمانی واضح می شود که با مثال و ارکان تعریف کنیم، بیانش کنیم. مثلا میگیم که ارکان قیاس و هر یک شم مثال مرش می دهیم. مثلا میگیم که فرع است، اصل است، حکم است، علت است. هر یک شه بیانم میکنیم تا که واضح شود. مثلا فرع، فرع را علمای اصول به نام مقیس هم میگویند، مقیس مینامند. مقیس چی است؟ آن است که نامش در نصوص ذکر نشده است. فرع همون نامش در نصوص نامده. مانند مثال چرس، او یک بوته پلید است که چرسی ها او را می نوشند. نام آن در نصوص نیامده است. نام چرس نه در قرآن است نه در سنت است. خب این فرع است. فرع کدام است؟ فرع همون مسئله ای رمه که نامش در قرآن سنت نامده. اصل رکن دومش است. اصل او را مقیس علیه همچنان می نامند. اصل چی است؟ یعنی آن است که نامش در نصوص قرآن و سنت آمده و حکمش در نصوص قرآن و سنت بیان شده. مانند خمر، لفظ خمر در قرآن آمده است و حکمش که حرام است در قرآن آمده. فرع نامش در قرآن چرت است، نامش در قرآن و سنت نامده و حکمش هم سریع به اوجه ذکر نشده، به این هم ذکر نشده. خواه حال حکم چی؟ حکم آن است که دلیل شرعی حکم اصل را بیان کرده. حکم آن است که دلیل شرعی حکم اصل را بیان کرده. مانند وجوب، تحریم، صحت، فساد و یا دیگر احکام. مثلا خمر اصل است، حال دلیل شرعی سر خمر حکمش را بیان کرده. در قرآن و سنت دلیل بیان شده که خمر حرام است. بنان رکن اول چی است؟ فرع است. نامش در قرآن نامده است، حکمش هم نامده است، در سنت نامده است، حکمش هم نامده است. اصل نامش هم در قرآن است، حکمش هم در قرآن است. حکم احکامی که در اصل در قرآن و سنت بیان شده است. علت، علت چی؟ آن معنایی است که به سبب یا به خاطر آن حکم اصل بیان شده است. به سبب آن حکم ذکر شده است. وقتی که میگم خمر حرام است، قرآن کریم نام از خمر برده است و حرمتشان بیان کرده است. در حدیث علتش هم ذکر شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم کل مسکرین خمرون. ابن عمر، عن ابن عمر قال قال رسول الله کل مسکرین خمرون و کل مسکرین حرامون. هر آنچه که انسان را به نشه آورد اونمو خمر. خواه حالا یه میبینیم خمر
اصل است که نامش در قرآن ذکر شده، حکمش همچون در قرآن بیان شده که حرام است، علتش همچون در حدیث بیان شده که سکر است. پس چرس شد، چرس نامش در قرآن نیست، نامی در سنت نیست، حکمش بیان نشده. خب آیا علت است یا نیست؟ بله، هر چرسی وقتی که چرس را میزند، در چرس دو چیز وجود دارد. یکی که نشه می شود، نشه به این معنا که مست می شود. دومش عقلش مختل می شود، پوشانده می شود، کارهایی را انجام می دهد که اصلا مثل شراب خور انجام بدهد. میگه چرسی سر دیوار که می شیند، باز دیوار تنگه می زند، میگه برو بچه ایم اسب، فکر می کنه که من سر اسب سوار هستم، روان هستم، یک دنیای دیگری، خیالات دیگری می باشد. همچون شرابی وقتی که شراب را می خورد، نشه و مست می شود، عقلش مختل می شود، چیزای دیگر. به این خاطر چرس حکم خمر را گرفت، این را میگیم قیاس کردیم. به این معنا حکم شراب را برای چرس میدیم، حکم اردوش یک برابر و یک اندازه شد، او را به او قیاس کردیم، او را به او الحاق کردیم. یعنی چی معنا؟ چرس به شراب الحاق کردیم، این را میگن قیاس. کارکان قیاس رو میشن. خود قیاس آیا دلیل از دلیل شرعی شمرده میشود یا نمیشود؟ اینجا ابن حزم از جمله علمای اهل سنت مخالف قیاس است و قیاس را رد میکنه، اما جمهور علما، از جمهور علما، صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه اربعه، همه میگن قیاسی است، دلیل شرعی است، دلیل از ادله شرعی حساب میشود. شروط قیاس، قیاس چه وقت قبول میشود؟ اهل علم که جمهور علماست و قیاس را حجت میدانند، برایش چند شرط گذاشتند که پنج شرط در اینجا ذکر شده. شرط اول، باید قیاس با نص قرآن یا با نص حدیث یا با اجماع امت مخالف نباشد. هرگاه قیاس مخالف با نصوص باشد و هر قیاسی که با نصوص شرعی در تصادم واقع شود، همان قیاس اعتبار نداشته و آن را علما فاسد الاعتبار می دانند. شرط اول، قیاس مخالف قرآن سنت و اجماع نباشد، در تکر نباشد، در تضاد نباشد. اگر در مقابل قرآن سنت اجماع واقع شد، قیاس چید؟ فاسد اعتبار، او قیاس علما اعتبار نمی دن. شرط دوم، باید علت در اصل منصوصی باشد. وقتی که میگم اینی علت قیاس است، او علت در اصل که او منصوص، مثلا سکر در خمر منصوصی که توسط نص حدیث بیان شد. اگر علت در اصل منصوصی بود، قیاس درست، و اگر نه که منصوصی نبود، باز مسئله اختلافی می شود. شرط سوم، باید علت که در اصل ذکر است معلوم باشد، علت اصل معلوم باشد، به این معنا که معقول المعنا باشد. معقول المعنا چه معنا؟ به این معنا که علت را حواس درک نموده و تعبدی نباشد، یعنی علت توسط حواس درک شود. وقتی که ما میگیم سکر علت است و ما توسط حواس میگیم که انسان مست شده، انسان دیوانگون گپ میزند، علتش را خود درک میکنیم.
به شرطی که علت معلوم معقول المعنا باشد. شرط چهارمی باید علت مشتمل معنایی باشد که مناسب حکم باشد، مثل سکر در خمر که مناسب ایتو نشه، که یک معنایی باشه که مناسب حکم نباشد. شرط پنجم باید عین علت که در اصل در فرع موجود باشد. به این معنا علتی که در اصل موجوده عین مو علت عین مو سکر در فرع همچنان باشد. اگر همین چهار پنج شرط را بود قیاس صحیح، اگر نیک نبود قیاس باطل است. اگر قیاس مخالف نصوص کتاب سنت باشد باطل است. اگر قیاس منصوصی نباشد مسئله اختلافی می شود. اگر قیاس معقول المعنا نباشد تعبدی باشد، اگر علت معقول المعنا نباشد و تعبدی باشد بازم قیاس اعتبار ندارد. و اگر قیاس شامل معنای نباشد که مناسب حکم باشد بازم اعتبار ندارد. بعد علت مناسب حکم باشد. و شرط پنجمی که امو علتی که در اصلت بعد عین مو علت در فرع باشد. اقسام قیاس، قیاس دو نوع است. یکی آن را قیاس جلی میگن که علتش به نص قرآن و سنت یا اجماع ثابت باشد. این را قیاس چی میگن؟ قیاس جلی میگن. دوم قیاس خفی آن است که علتش توسط استنباط ثابت گردد. و این توسط سیر قیاس قیاس چی میگن؟ قیاس خفی میگن. دیگه فرق بین قیاس خفی و قیاس جلی است که علت در قیاس جلی منصوصی است و علت در قیاس خفی استنباطی است. یک قاعده میگن کسایی که میگن که قیاس حجت شرعی است، اونا جمهور علما قاعده میمانن، میگن قیاس کاشف حکم است نه مثبت حکم. به این معنا که حکم فرع در اصول قرآن و سنت موجود بوده، یعنی قرآن و سنت او فرع در بر دارد، اما از ذهن عوام الناس مخفی مانده. عوام از قرآن و سنت دریافت نکند تا این که مجتهد آمد آن حکم را از لابلای نصوص شرع کشف نموده و اظهارش کرد. به این معنا نیست که توسط قیاس حکم جدید را در شرع ایجاد نمود. معنای گپ واضح شد که یعنی یک مجتهد حکمی که در شریعت از او را ظاهرش کرد، توسط قیاس ظاهرش کرد. به این معنا نیست که مجتهد آمد از قیاس خود یک حکم جدید را در دین پیدا کرد. این معناش نیست. وقتی قاعده را فهمیدیم، بنابراین قاعده قیاس در دو محور میچرخد. این رو بفهمید که قیاس در هر جای نیست که هر کس بیاید و در هر جای قیاس کند، نه، در دو محور. محور اولی فرع جز از اجزای اصل بوده و فرد از افرادش میباشد. سعی کنیم خود فرع امی که نامش میگیم در قرآن و سنت نامره، حکمشون بیان نشده، اصلا یک جز از اجزای اصله که در اصلش ذکر است، فرد در افرادش می باشد که حکم اصل شامل آن از ابتدا بوده و می باشد. خب مثال، با مثال ما این را بیان کنیم. مثال مانند مفهوم موافقه که در اصول فقه یک مفهوم به نام مفهوم موافقه می گیم که آن را به نام فهو الخطاب هم می نامند. اگه در قرآن کریم میاد چه میگه؟ فلا تقل لهما اف، در برابر پدر مادر اف نگوید. اما اینجا خب زدن نامده است، فلا تضرب هما نامده، زدن خود ذکر نشده، لفظ اف آمده، یعنی در برابر پدر مادر به خاطر اذیت به یک اندازه به اندازه اف هم نگویید. خود در اینجا ببینیم چی هست. اینجا الله
لفظ اذیت را ذکر نکرد و معنای آیت اذیت است. چون اذیت اجزای زیاد دارد، اذیت اجزای زیاد دارد، اف گفتن است، دشنام دادن است، نافرمانی کردن است، لتکوب کردن است، هر یک شد. وقتی که الله میگه که اف نگویید، یعنی ادناترین اذیت، ادناترین اذیت اف است. اما دیگه اجزایش کدام است؟ زدن است، دشنام گفتن است. مجتهد آمد در اینجا چه بیان کرد برای ما؟ اینجا گفت که الله لفظ اف را گفت است، که اف معنای اذیت می دهد و یک جز از اجزای اذیت است. بنان هر آنچه که پدر مادر را آزار می دهد و اذیت می کند حرام است، بلکه بالاتر از اف حرام است. گفت که مفهوم وافقه فهو الخطابی از باب قیاس میگه. زدن را به اف قیاس میکنیم، دشنام دادن را به اف قیاس میکنیم، نافرمانی کردن را به اف قیاس میکنیم، در حالی که این آیه شامل همه شد و می دشنام دادن جز از اجزای اصل است. مجتهد آمدی را کشف کرد، حکم جدیدی را ناورد، بلکه لفظ آیت شامل از او بودند. لفظ آیت که فلا تقل لهما در برابر پدر مادر اقل اذیت، که افت نگویید، پس زدن هم نکنید، دشنام هم ندهید، نافرمانی هم نکنید. این آیت شامل همه شد. مجتهد آمد کشف کرد و گفت که این در این داخل است، از باب قیاس در این داخل شد، چون فرع جز از اجزای اصل بودند. زدن یک جز است، دشنام دادن یک جز است، افام یک جز است، و هر یکی جز از اجزای اذیت است. محور دوم گوش کنه. فرع در معنا با اصل مشترک بوده است. فرع در معنا با اصل مشترک بوده و در هر جایی که همان معنا باشد حکم اصل را میگیرد. فرع در معنا با اصل مشترک است و در هر جایی که همان معنا باشد حکم اصل را میگیرد. مثال خمر. حالا خمر، تفسیر خمر را خود حدیث پیامبر می کند، کل مسکرین خمرون، هر آنچه که انسان را مست و نشه بسازد، عقلش را مختل بسازد، خمر است. حدیث صحیح در صحیح مسلم است، قبلا ذکر شد. و همچنان از عمر بن خطاب، الخمر ما خامر العقل، خمر امود که عقل مختل ساخته و نشه بسازد. خب کلمه خمر معناشی که هر مسکر خمره، در هر جایی که ما مسکر را پیدا کنیم در معنا شریک با خمره. اگر چرس می باشد شریکت با خمر، اگر آب کشمش می مانیم، آب جوش میکنیم، کشمش هم میندازیم، یک روز، دو روز، سه روز میخوریم، بعد از سه روز، چهار روز، پنج روز میبینیم که قف پیدا کرد و میبینیم که انسان مست میکند، میفهمیم عقل خراب میسازد، ای در معنا با خمر شریک شد. کوره به نام نبی زیاد میگن، آب کشمش، آب خرما، امثالش. خود در هر جایی که در معنا پیدا میکنیم که سکر دارد، هر آنچه که سکر دارد در معنا با خمر شریک است، اونمو خمر است.
ادی جهت یک مجتهد مد حکم را کشف میکند، میگو که در معنا با خمر شریکه و خمر شامل شد، یا کشف میکنه که جز از اجزای اصل که مفهوم موافقه امثالش گفته میشه. بنابراین قیاس حجت از حجج شرعیت، مجتهد او حکم را از لابلای نصوص کشف کرده و بیان میکنه که این حکم داخل فلان اصل است و این معنا داخل فلان معنا است. بنان قیاس حجت از حجج شرعی حساب می رود. در اینجا بیان شده که اصل کتاب سنت است و این اصل محور است. اجماع متکی بر کتاب سنت است و قیاس هم در از لابلای قرآن سنت گرفته شده. عنصر در سیما استحسان است. استحسان در لغت به معنای چیزی را پسندیدن. تا اینجا که ذکر شد قرآن، سنت، اجماع، قیاس چیزی اتفاقی در بین امت بود. آل استحسان میاد که بعضی علما حجت میداند و بعضی علما او را حجت نمیداند و کسانی که حجت میدانند و به این معنا ذکر می که استحسان در لغت به معنای چیزی را پسندیدن است. در اصطلاح دو معنا دارد: ترجیح قیاس خصی بر قیاس جلی، یک معنا. دوم، و یا استثناء مسئله جزئی از قاعده کلی بنابر دلیل. هر یکیش بنابر دلیل. اگر قیاس خصی را بر قیاس جلی ترجیح میدهد، باید دلیل داشته باشد. اگر از قاعده کلی یک مسئله جزئی را جدا میسازد، باید دلیل داشته. اگر دلیل داشت که ترجیح بدهد قیاس خفی را بر قیاس جلی، این استحسان میگن. و اگر دلیل داشت که مسئله جزئی را از قاعده کلی استثناء کند بنابر دلیل، این را استحسان میگن. و این قول علماست، اگرچه به این نام استحسان تنها علمای احناف قول کرده، ولی دیگر هم گاهی بنابر دلیل قیاس خفیره بر قیاس جلی ترجیح میدن، گاهی استثناء جلی از قاعده کلی بنابر دلیل میکنن، ولی به این نام استحسان نه، به نامهای دیگری. با مثالی را روشن میسازیم. مثال ترجیح قیاس خفی بر قیاس جلی. ما یکی عقد وقف داریم، یکی عقد بیع داریم، یکی عقد اجاره داریم. عقد میکنیم. مثلا در بیع عقد میکنیم، برای کسی زمین میفروشیم، خانه میفروشیم، دکان میفروشیم. هرگاه زمین فروختیم یا خانه فروختیم یا دکان فروختیم، مطلق ذکر کردیم که این زمین را برای فلان به بیع قطعی و باد فروختم. عقد تمام شد. حال مرافقات این زمین چون در عقد ذکر نشده داخل نیست. مرافقات زمین که سیل روش است و راه روش است و گپای دیگری که دارد، در گره اطرایش فنایش است و درخت های او طرف زمین است و بیرون زمین است، جوی که در بیرون زمین است، اینا داخل نمی شود. چرا در عقد ذکر نشود؟ مرافقات ذکر نشود. این طرف اجاره داریم. اگر برای کسی زمین را اجاره بدیم و در اجاره مرافقات ذکر نکنیم، در اونجا مرافقات در اجاره داخل است. در بیع مرافقات
در عقد بیع داخل نبود. اینجا میبینه که در اجاره منفعت بدون مرافقات حاصل نمیشود. اگر به کسی زمین اجاره بدی، سیل رو، آب رو، را رو، اینا رو برش اجازه نتی، از زمین کی استفاده کرده میتواند؟ بنان او مجبوره که از زمین استفاده کنه که مرافقات بگیرد. خب از این جهت در بیع مرافقات وقتی که عقد صورت میگیرد ذکر نگردد، داخل نیست. در اجاره مرافقات اگر عقد صورت بگیرد ذکر نگردد، داخل است. آیا وقف؟ یک نفر زمین وقف میکنه بدون مرافقات، عقد وقف نوشته میکنه، ذکر مرافقاته. آیا قیاس وقف بر بیع میشود که حکم مرافقات داخل نیست؟ یا اگر بر بیع داخل قیاس جلیسه، اما اگر در اجاره داخلش کند، یعنی وقف بدون مرافقات استفاده از نمیشود، این قیاس خفیف. در اینجا میگن که وقف به اجاره قیاس میشود، اگرچه قیاس خفیف. و این قیاس خفیف ترجیح میتیم بر قیاس جلی. چرا؟ به خاطر که چنانچه در اجاره بدون مرافقات استفاده از اجاره نمی شود، همچنان در وقف بدون مرافقات از وقف استفاده نمی شود. بنابراین قیاس خفی را بر قیاس جلی ترجیح دادن و من ترجیح قیاس خفی بر قیاس جلی را استحسان می نمند. مثال استثنای مسئله جزئی از قاعده کلی. قاعده کلی است که وقتی که یک نفر سفه می باشد، کم عقل می باشد، از طرف قاضی حکم می شود فلانی محجور علیه، حجر به معنی بند شده سرش، همه تصرفاتش ممنوع است. قاضی حکم میکنه که خرید فروش کرده نمیتونه، چیزی را هبه و بخشش دادن، چیزی را تبرع کرده نمیتونه، اما تصرفات سرش من هست. خب این قاعده کلی شد. اما علمای احناف میگه اگر انسان در وقت مرگ وصیت کند، میگه این وصیتش از قاعده کلی جدا شد. چرا؟ میگه بنابر استحسان. دلیل چی؟ میگه به خاطر که این وصیت به منفعت اخرویش است. وقتی که منفعت برش باشد، این منفعت محضه بعد از مرگش است. این از قاعده کلی استثناء گردید بنابر دلیلی که منفعت است. امی استثنای جزئی از قاعده کلی را استحسان می نامند. عنصر چهارم، عرف. عرف در لغت به معنای عادت است که مردم چرا عادت پیدا کردن، در بینشان معروف شد و مشهور گردید. در اصطلاح قول و عملی است که در میان مردم رایج شد، طوری که با آن خو کرده و عادت نمودند که جز همان معنا و مفهوم چیزی دیگر را از آن نمیدانند. یعنی یک قول در بین مردم طوری رایج شد وقتی که استعمال می همون موضوع را میفهمند، دیگه چیزی در نیست. یک عمل در بینشان رایج شده که غیر از همون مفهوم دیگه چیزی نمیفهمند، این را عرف میگن. اقسام عرف. عرف دو نوع است. عرف قولی، دوم عرف فعلی. عرف قولی که یک قول در بین مردم پخش شده، معنایش در بین مردم رواج شده که جز همان معنا دیگه معنا رو نمیفهم. مثلا ولد به معنای پسر، در حالی که ولد اسم مولود است، طفل
چه بچه باشد، چه دختر باشد، چه خرد باشد، چه کلان، هر کسی که مولود است او بلد است. اما در عرف عرب وقتی که ولد یا ولد می مرادش پسر است. لحم، هر گوشت لحم میگن. خب در عرف مردم گوشت ماهی را لحم نمیگن، یعنی به این معنی که وقتی که لحم میگن بغیر از گوشت ماهی دیگه به من هر گوشت. یا دابه، هر کسی که در روی زمین میگردد هر جمنده او رو جابه میگن، اما در عرفشان به معنای چارپایه. خب حال این معنای لغوی در بینشان است. یک نوع عرف دیگه است که به نام عرف فعلی یاد میشد. فعل است که در میان مردم رایج شده است و به آن عادت و خوی کردند. مثلا خرید فروش به شکل تعاطی، یعنی داد ستد. مثلا بدون اینکه قولی صورت گیرد، مثال عقد خرید فروش ایجاب قبول را دارد. ایجاب پیشنهاد کردن، قبول پذیرفتن. برای یک نفر وقتی که یک تن نان میخری میگه یک نان را به 10 افغانی میخوری، میگه قبول کردن 10 افغانی میتی یک نان میخری، درست؟ اما عرف طوری شده است که یک نان 10 افغانی، بدون از اینکه تو گپ بزنید، خریدار گپ بزند یا مشتری با یه گپ بزند، میره 50 افغانی میتر 10 تانان میگرد میرود. امی تعاطی که داد ستت کرد بدون گپ زدن، اینمی یک عرف شد در بین مردم. ایره عرف چی میگن؟ عرف فعلی میگن. خب عرف اعتبار دارد یا ندارد؟ بله، عرف یکی از جمله حجت شرعی، عرفی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، و عرفی که چرا دین شریعت تمام رسم رواجی که باطل بود او را بیان کرد، تمام عرفی که و رواجی که باطل بود، بیهوده بود، قرآن سنت آمد بیان کرد، حق آمد و باطل را از بین برد. و آن عرفی که مان در وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم، مردم به او عمل میکرد یا در او قول داشتند، اونمو عرف اعتبار دارد. بنابرای شروط ذکر می شود. شرط اول، عرف باید مخالف نصوص قرآن سنت نباشد، زیرا که شر برای از بین بردن رسم و رواج و اعراف مردم آمده که تمام رواج های باطل را مردود شمرده و باطل اعلان که فرمود. و جعل حق، قرآن سنت آمد و زهق الباطل، رسم رواج از بین رفت. ان الباطل کان زهوقا، امی رسم و رواج باطل نابود است. و الله میگد قل ان ربی یقذف بالحق، پروردگار ما حق را نازل میکند. ای تو الله که علام الغیوب، غیب را الله میداند. قل جاء الحق، بگو حق آمد. و ما یبدی الباطل، باطل بعد دیگه ظاهر نمی شود. و ما یعید، دوباره نمی آید. چرا؟ حق است. وقتی که انسان حق را بفهم قرآن و سنت، باطل از بین می رود. و قال تعالی بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکه من دادیم بالحق، می زنیم با حق باطل را. حق آمد، باطل از بین را. فیدمغه، از بین میبرید. فاذا هو زاهق، پس ناگان اونم باطل از بین رفتنی، از بین را. پس تمام شریعت آمد بر رسم رواج باطل را از بین بردن. رسم رواج باطل از بین رفت، تمام شد. شرط اولی که عرف مخالف نصوص قرآن سنت، اگر بود او عرف باطل است. هر عرفی که مخالف بود باطل است، هر رسم رواجی که مخالف بود باطل است. باید عرف اغلبی و اکثری باشه، این شرط دومه. به این معنی که اغلب مردم، اکثر مردم با آن عادت کرده باشند و در میان مردم معلوم و مشهور باشد. و بعضی مثال مثل مهر معجل و معجل در بین مردم یا یک عرف شده، معروف شده، اغلب مردم به میکار میکنند. سیام،
زمانی به عرف استدلال میگه که عرف موجود بوده و در میان مردم رایج باشد. یک نفر از عرف استدلال میکند ولی در میان مردم موجود نیست و شناخته نمیشه. عرف وقتی به استدلال میگه که در بین مردم عرف باشد. مثلا یک نفر وصیت میکنه که پولم را به طلاب علم بده. عرف ما در امی وقت موجود است که مراد طلاب العلم علم شرعی است، کسانی که علوم شرعی می اونا بخوان. برای مدارس داده شد، برای پانزده شریعت داده بشد، اما نه برای کسایی که اقتصاد می خوانه و برای کسی که انجینری. اونا داخل در علوم شرعی نمی شود. این عرف در امو زبران رایج مروج باشد. و شرط چهارم، شرط چهارم عرف به شرطی که مخالف عقل نباشد. هرگاه که عرف مخالف نص عقل بود و عرف باطل است. مثلا عرف در بین مردم است که یک چیز قسطوار فروخته می شود، به قسط داده می شود. یک شرکت هست قسطوار می فروشد، موتر مثلا قسطوار می فروشد. در قسط اول یک موتر از 10,000، قسط اول شبیتی 5,000، قسط دوم شبیتی 3,000، قسط سوم شبیتی 2,000. یا مثلا بعضی بلاکاس قسطوار فروخته می شود. خب امی عرف گردیده بینشان که یک قسطوار، اما در عقل نوشته می کند که این بلاک را برایت به پول نقد به این قدر فروختم. حال پول نقد گفت قسط از بین رفت، عرف از بین رفت. شرط چهارم اید که عرف مخالف نص عقل نباشد. اگر در عقل تصریح گردد که مخالف عقل عرف باشد، عقل اعتبار دارد نه عرف. مانند این که در بعض موارد بی به قسط می باشد، اما در عقل تصریح بیان شده که بی به نقد باشد. در این صورت عرف اعتبار نداشتد و نسی که در عقل ذکر شده اعتبار دارد. و صلی الله و سلم علی خیر خلقی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.